با عرض سلام و تقدیم ارادت حضور همه شما بینندگان ارجمند و با سلام و درود خدا به روان پاک اشرف انبیا، برنامه زنده و مستقیم دیگری رو در حضور شما آغاز میکنیم. از مساعدت ها، همکاری ها، حمایت ها، راهنمایی های پرتورد شما عزیزان در طول چند روز گذشته صمیمانه سپاسگزاری میکنم. از اینکه وقت شریف و گرانبهای خودتون رو مصروف دیدن این برنامه میکنید و ساعت‌های طولانی با دقت به مفاهیم این برنامه عنایتاً توجه میکنید سپاسگزار شما هستم، و از اینکه به من فرصت میدهید که قرآن رو با شما مطرح بکنم و شنیدن شما امکان گفتن میدهد به ما، باز هم از شما سپاسگزارم. و خارج از تعارف و تکلف، اگر وجود شما و مساعدت های شما و حمایت های شما نبود، هرچند اندک، نمی توانستیم این حرکت عظیم جهانی رو آغاز کنیم و ادامه بدهیم. اجر فرد فرد شما عزیزان با خدای بزرگ باد. برای من افتخار بزرگی است که از سه نسل، از سه جنریشن مدد و حمایت دریافت میکنم، و این نشان دهنده در واقع توسعه و سطح پوششی است که این برنامه ها داره. و سه نسل و سه جنریشن رو در بر میگیره، از نوجوان 12 ساله تا افراد بالغ 85 ساله بیننده این برنامه ها هستند، و ما از همه اونها نامه دریافت میکنیم، سوال دریافت میکنیم، اظهار نظر دریافت میکنیم. من باز هم از همه شما عزیزان که به من فرصت خدمت دادید و این فرصت رو تداوم بخشیدید و هنوز هم حمایت میکنید، جز آن که سپاسگو باشم به شما و شکرگزار باشم به درگاه حضرت حق، کلام دیگری ندارم. برنامه جلسه گذشته یا روز گذشته در ارتباط با مقدمات آیه شماره 102 از سوره دوم قرآن مجید، سوره بقره بود و هست، و این آیه بسیار مهم درباره آیات الهی از دهان حضرت سلیمان به تلاوت حضرت سلیمان، یا تلاوت آیات الهی به واسطه حضرت سلیمان در مقابل آیات شیطانی به وسیله شیاطینی که در باب متشابهات قرآن از اونها به نامهای هاروت و تاروت نام ماروت نام میبره، موضوع این آیه هست که دو نوع تلاوت به گوش ما خواهد میخورد، هم در اون زمان، هم در این زمان، هم در زمانهای دیگر. بحث بر سر وجود دو نوع تلاوت از دو منبع متضاد به گوش یک بیننده یا شنونده واحد، و طرق و راه هایی که این شنونده و این مستمع بتواند تشخیص بدهد که آیات شیطانی کدامند
و آیات الهی کدامند. به این منظور ما در مقدمات به تشریح بسیار کوتاهی در باره واژه سحر و جادو و موضوع سحر و جادو، هدف سحر و جادو مختصرا عرایزی به اطلاع رساندیم، ولی اگر بخواهیم که ما درباره سحر صحبت کنیم، گفتگو از قرآن خارج خواهد شد و به بحث‌های جنبی خواهد کشید که مورد تذکر و تأمل بعضی از دوستان قرار گرفته و توصیه کردند که ما این کار رو نکنیم و معتقد هستند که شاید اگر این بحث‌های جنبی منتقل بشود به برنامه‌های دیگر، گفتند که شما چندین برنامه مختلف آموزشی دارید و اگر این بحث‌هایی که در جنب بحث‌های قرآنی مطرح می‌شود به برنامه‌های دیگری منتقل شود و این برنامه بیشتر به محتوای قرآنی و به اتکاهای قرآنی و رفرنس‌های قرآنی به بیان دیگر توجه بشود، شیرینی موضوع بیشتر خواهد شد و دنبال کردن مطالب برای بیننده مستندتر و مسجلتر خواهد بود. در برنامه دیگری به تفصیل درباره سحر و جادوگری در ادیان، در جامعه، در تاریخ، در دینهای مختلف و انگیزه و علتش و نگرش‌های مختلف در مقاطع مختلف تاریخ به موضوع جادوگری، در این موارد با شما صحبت خواهم کرد و این برنامه را بیشتر اختصاص می‌دهیم به این که در حدی که به قرآن مربوط می‌شود توضیحات جنبی تقدیم می‌شود. همینطور درباره متشابهات سخن گفته شد و به طور خلاصه از بحث طولانی که درباره توجیه وجود متشابهات با شما سخن گفتیم، خلاصه اون این هست که وقتی که ما یک اصالتی داریم، یک موضوعی داریم، مثل بهشت، مثل جهنم، مثل خدا، مثل شیطان، مثل جن، مثل روح، و میخواهیم اینها رو بشناسیم یا برای ما اثبات بشود که اینها وجود دارند، و بعد قرآن درباره خاصیت اینها صحبت میکنه و ما رو در مقابل فایده یا خاصیت یا مشخصات اینها قرار میده، ولی ما به اینها دسترسی نداریم. یعنی یک اصالتی وجود دارد که ما به این اصالتی که در غیبت هست، از نظر ما غایب هست، ظاهر نیست، ما به اون هم به صورت غایب قضاوت میکنیم، هم دسترسی به اون نداریم. عدم دسترسی ذهنی به یک واقعیت که گفته شده به ما که این واقعیت است، ولی ذهن ما دسترسی به او رو نداره و او به عنوان اون اصالت، به عنوان یک علت، به عنوان یک مؤثر در کتاب گفته شده که او وجود داره و ما با او در تعامل خواهیم بود، ما در اونجا مستقر خواهیم شد، با او در ارتباط خواهیم بود، اما ما نمی توانیم او رو بشناسیم. به لحاظ طبیعت خلقت ما و طبیعت خلقت اون اصالتی که از ما غایبه، در این مورد
قرآن متوسل به تعلیم و تدریس از طریق متشابهات می شود. متشابهات یک تکنیک و یک روشی است که یک فن نیست، که اصالت های غایب رو از طریق توصیف و تشریح خواص اونها برای ما مجسم و مسجل می کنه. و مثال هایی که در کتاب آورده می شود نسبت به اصالت های غایب، مثال هایی است که درباره خاصیت های اینها، آثار اینها برای ما تشریح می شود. مثلا ما اگر که بخواهیم برای یک آدم نابینا خورشید رو تعریف کنیم، متوسل می شویم به خصوصیاتی از خورشید که یک آدم نابینا قابل به ادراک اون خصوصیات است. مثلا به این آدم نابینا می گوییم که خورشید عبارت است از اصالتی، از جسمی، از شیعی، از موضوعی که جزء خواصی که دارد، یکی هم نور است، اثر خورشید نور است که تو نمیتوانی او رو ببینی، اما دارای حرارت هم هست، چشم تو کار نمی کند. از پنج حواس خمسه، حواس پنجگانه، اما حس لامسه تو کار می کند. بنابراین ما متوسل می شویم به حس لامسه تو و می گوییم که تو می دانی حرارت چیست. می گوید آری. می گوییم خورشید چیزی است که دارای حرارت است، و شما بخش حرارت رو از خورشید می آموزید اگر خدای نکرده نابینا باشید، یا اگر کسی چشم داشته باشه بتواند ببیند اما حس لامسه او فلج شده باشد، سرما و گرما رو حس نکند. نروی که این کار رو در بدن انجام میدهد سرما و گرما رو تشخیص ندهد. این بیماری هم هست برای کسانی که مثل من بیماری دیابت یا بیماری قند یا بیماری شکر دارند. به قول بینندگان در این زبان افغان ما، اینها بعد از یک مدتی عصب‌هاشون قدرت درک و عمل و عکس العملش رو از دست میده، و بسیاری از این افراد هستند که دست اینها میسوزه وقتی روی آتش میگذارن. یا آدم معمولی به محض اینی که حرارت به دستش برسه دستش رو میکشه و حبس میکنه خودش رو، ولی آدم هایی که بیماری دیابت در زمان طولانی داشتن و نرو اینها از کار افتاده تا حدودی، به خصوص در مورد حس لامسه، اینها چون حرارت رو تشخیص نمیدن همیشه در معرض سوختن قرار دارند، که متوجه نمیشن اونقدر حرارت زیاد میشه که اینها میسوزند. در مورد شناخت یک اصالتی که ما خود اون اصالت رو، اصل اون اصالت رو نمیتوانیم شناسایی کنیم، ولی باید شناسایی کنیم، چون در قرآن آمده که شما با او کار دارید، شما می روید به بهشت، ولی ما نمی دانیم بهشت کجاست، بهشت چیست، کجاست که جای خود دارد، نمی دانیم چیست. جای خوبیست، یعنی خوبی به چه می گوییم؟ اون وقت قرآن متوسل می شود به حواس خمسه ما و به ذهنیتی که از این خواص پنجگانه تشکل پیدا کرده و دارای یک موضوع مستقل و در عین حال وابسته به حواس پنجگانه شده. برای کسانی که در عالم مقید زندگی می کنند خارج از زمان و مکان چیزی رو نمی توانند ادراک کنند. اون وقت یک بهشت اگر که در خارج عالم زمان و مکان قرار داشته باشه برای ما مفهوم نمی شود الا به خاطر خاصیت او، الا به خاصیت اثر او.
آثار او رو ما باید بررسی کنیم. آثار یک چیز رو ما با این حواس پنجگانه دریافت میکنیم و بر اساس ترکیب اینها با هم یک ذهنیتی بنا میکنیم و اون ذهنیت در واقع ریشه در حواس ما داره، اما در خودش هم دارای تولید و دارای مفهوم سازی است. ذهن انسان که مفاهیمی که میسازه بالاتر است از خواصی که از حواس خودش دریافت کرده. و خب یکی دو تا تئوری هم وجود داره که یکی از اونها رو قرآن هم تایید میکنه که ما علاوه بر ذهن اکتسابی که داریم، ذهن اکتسابی به ذهنی میگوییم که از این حواس پنجگانه پیام دریافت میکنه، غیر از این ذهن اکتسابی ما یک ذهن فطری هم داریم که مربوط به فطرت درونی ما میشه، یک ترازوی درونی که ما داریم و همیشه ذهنه. با یک دست از اکتسابات حواس پنجگانه استفاده میکند و با دست دیگر در فطرت جبلی انسان دارد، همون فطرتی که قرآن میگوید به این انسان علمه البیان، علم بیان یاد دادم. اون علم بیان در فطرت آدمه و اون علم بیان روش یادگیری علم قرآنه، یعنی علم قرآن در فطرت ما به لحاظ علم بیان وجود داره. این است که ذهن ما با یک دست از اکتسابات برخوردار میشه، با یک دست از فطریات ما برخوردار میشه و اون چرا که از عالم مقید یعنی عالم زمان و مکان با این حواس پنجگانه دریافت کرده، این رو در مقابل به مقابله میگذارد، در مقابل فطریتی که اون فطرت ما ریشه در عالم مجرد داره، ریشه در عالم روح داره. اون وقت این دو ذهنیت یعنی ذهنیت روحانی و ذهنیت جسمانی در مقابل هم قرار می گیرند و یک ذهنیت متعالی به وجود می آورند که انسان رو از سایر موجودات بی اراده جدا می کند. به این لحاظ وقتی که ما به عنوان یک انسان، انسانی که دارای فطرت است، دارای میزان است، دارای علم است و دارای حواس است، این انسان وقتی می خواهد به حقیقتی که در عالم مجرد قرار دارد آشنا بشود، میخواد با آثار او آشنا بشود و آثار او از طریق حسیات انسان به انسان یاد داده میشود. مثل این مثالی که آوردم که اگر شخصی نابینا باشد و بخواهیم خورشید رو به او بیاموزیم که خورشید چیست، ما محدود به این هستیم که فقط حرارت خورشید رو به او بیاموزیم، چون نور خورشید رو نمیتوانیم به کور مادرزاد بیاموزیم. وسیله اندازه‌گیری و فهم و ادراک او رو نداره. هر چقدر هم شما از نور تعریف بکنید، نور و تاریکی رو نمیتواند نابینای که از زمان تولد نابینا بوده نمیتواند که این تشخیص رو بدهد. ولی ما میگوییم که خب خورشید چیزی است که حرارت اینطور دارد اونطور دارد، این چون لامسه حسی او کار میکند یا حس لامسه او کار میکند، میتواند که اثر حرارت خورشید رو درک بکند. وقتی بهشت رو برای کسی میخواییم تعریف بکنیم، چون بهشت رو نمیتوانیم ما ببینیم، مثل نور خورشیدی که نابینا نمیبیند، خورشید رو هم ما، بهشت رو هم ما نمیتوانیم ببینیم، چون نسبت به بهشت دارای نابینایی هستیم، دارای عدم ادراک هستیم، عدم توان هستیم، ناتوان هستیم. ولی برای شناخت بهشت به خواصی از بهشت اشاره میشه که حواس ما بتوانند ادراک اون خواص رو بکنند. یعنی ما یک ادراک داریم، یک حواس داریم و یک خواص داریم که این حواس ما بتوانند از طریق ادراکات ما، از طریق وسایل و ابزار ادراکی ما معرفت حاصل بکنند به آثار بهشت، به خواص بهشت، به اثرهایی که از بهشت به وجود می آید. اون اثرها هم برای ما محدوده، یعنی ما
همونطور که به نابینا فقط مجبوریم که حرارت خورشید رو بیاموزیم و خورشید رو فقط از حرارت میشناسیم. مشخصات دیگر خورشید رو ما نمیتوانیم به او بیاموزیم، چون گیرنده های او درک اثر نمی کند. در مورد بهشت هم ما چند خاصیت بهشت رو میتوانیم آثار بهشت رو تعریف کنیم و معمولاً بیش از 5 خاصیت رو نمیتوانیم ما تعریف کنیم. بهشت چه بویی میده؟ بهشت چه طعمی میده؟ حرارت بهشت چقدر است؟ و شکل بهشت چگونه است؟ و چه صدایی از بهشت برمیخیزد؟ ما جز این 5 وسیله و جز این 5 گیرنده نوع دیگری نمیتوانیم با آثار بهشت ارتباط ادراکی برقرار کنیم و بهشت رو شناسایی کنیم. باید به ما گفته بشود که بهشت چه صدایی دارد، چه شکلی دارد، که شکل شامل اندازه و رنگ و چیزهایی نظیر این میشود، چه بویی میدهد، چه طعمی میدهد، چه صدایی دارد. اون وقت هر کدام از اینها رو که ما فهمیدیم می توانیم که شروع کنیم به تخیل و تفکر و تعقل و تصور و از این مراحل که عبور می کنیم یک ادراک پیدا بکنیم نسبت به اثر بهشت و بگوییم بهشت چیزی است که دارای این اثر است. یعنی بگوییم خورشید عبارت است از چیزی که 1000 درجه حرارت دارد، در حالی که خورشید چیزهای دیگه هم دارد، حرارت بیشتر هم دارد. قصد من از این مقدمه این است که اون تعداد اطلاعاتی رو که قرآن به ما میدهد نسبت به چیزهایی که در عالم مجرد قرار دارند، اطلاعاتی است که برای ما بسنده است. برای هدفی که قرآن دارد همون میزان اطلاعاتی که ما از آثار بهشت داریم برای ما کفایت میکند، یا همینطور از جهنم، از جن، از شیطان و از بقیه چیزها. نکته بسیار مهمی که در اینجا مطرح شد این بود که ما متشابهات رو با محکمات اشتباه نکنیم و همیشه محکمات رو از دل متشابهات استخراج کنیم و وقتی به محکمات برمیخوریم به جنبیات محکمات مراجعه کنیم و محکمات رو شناسایی کنیم. یعنی اگر ما بگوییم که محکمات در درون یک دایره محاطی هستند که محیط این دایره به وسیله یک دایره محیطی گسترده و اشغال شده، همیشه ما یک مغز و یک پوست داریم که پوست همیشه متشابهات است، مغز همیشه محکمات است. اگر ما به محکمات برخوریم نمیتوانیم بفهمیم محکم متشابهات او چیست یا مفهوم محکمات چیست، مگر اینکه به متشابهات مراجعه کنیم. اگر ما به مرکز یک کره‌ای که محکمات باشه دسترسی داشته باشیم نمیتوانیم بفهمیم که این محکمات برای چیست، تا به پوسته کره برسیم و بفهمیم که متشابهاتی که مربوط به این محکمات هست چگونه است، اون وقت محکمات رو میفهمیم. اگر به پوسته خارجی اول مراجعه کنیم متشابهات رو بفهمیم، تا به محکمات مراجعه نکنیم نمیتوانیم بفهمیم که این متشابهات چه معنایی دارد. ارتباط مرکز این کره به عنوان محکم با پیرامون و جدار خارجی یا پوسته این هسته که متشابهات هست ارتباط حیاتی دارند. شما اگر این دوتا را از هم جدا بکنید دانه قدرت زرع و نمو خود را از دست میده. یعنی شما به محض اینکه متشابه رو از محکم جدا کردید، در واقع پیرامون یک دایره محیطی رو از مرکز اون دایره خارج کردید و جدا کردید. یعنی محیط و محاط دیگه همدیگر رو تکمیل نمی کنند و بر یکدیگر استوار نیستند.
موضوع محکم و متشابه نسبتاً موضوع پیچیده است و لازم است که با زبانهای مختلف از طریق سطوح مختلف تمثیل و تشبیه به این امر مهم و حیاتی و این تکنولوژی و این تکنیک آموزش اشاره کرد که چقدر این موضوع اهمیت دارد و چقدر حساس و خطیر است نحوه مقابله ما با این موضوع و با این روش تعلیم و تدریس، که ما باید اینتگریتی، اتصال و ارتباط لایتجزای این دو رو همیشه رعایت بکنیم که هیچ دانه‌ای بدون پوست بارور نمی شود، نهالی نمی دهد. اگر شما یک هسته زردآلوی رو در نظر بگیرید، پوست این هسته رو جدا کنید، مغز او رو بکارید، می گنده بعد از یک مدتی. و اگر فقط پوست او رو که چوب است، پوست او رو بکارید، چوبی در زمین هست که بعد از یک مدتی هم تبدیل به خاک میشه. تنها زمانی اینها رشد میکنن و به یک جوانه ای میرسن، به یک سبزینه ای میرسن و زرع میشن، از خاک سر بیرون میآورند، که شما ترکیب و تشکل یا پیوند و اتحاد اینها رو محفوظ بدارید و حفاظت کنید و اینها رو در کنار هم قرار بدهید تا یک مفهومی بدهد، تا یک نباتی از او سرسبز بشود، از زمین خارج بشود. یعنی از تاریکی دل زمین به روشنایی خورشید به بیرون برسه، یعنی تبیین بشه، یعنی روشن بشه. جز در اتحاد اینها این عمل انجام نمیشه. متشابهات قرآن رو اگر که ما خارج از محکمات قرآن و مستقل از محکمات قرآن بررسی کنیم، این نگرش باعث می شود که در واقع ما پوسته ای در اختیار داریم که چوب است و هیچ ارتباطی با مغز، که این چوب خوراک اون مغز است. بدون این ارتباط و اتصال، همین چوب بی خاصیت می شود، همون مغز از بی خوراکی تلف می شود، فاسد می شود و از بین می رود، هلاک می شود. محکمات قرآن در اتصال و در ترکیب جزء جزء با محکمات مربوط به اون متشابهات است و هرگز نمی توان اینها را از هم جدا کرد. حالا ما در عمل کاری که می کنیم، یک بهشتی هست، مثال بهشت رو می زنیم، که یک اصالتی دارد، یک وجودی دارد. قرآن میگوید وجود دارد، پس وجود دارد، اصل است، پس هست. پس ما راجع به یک اصالت موجود صحبت میکنیم که از او هیچ نمیدانیم. چرا؟ چون در آیات قرآن میبینیم که گویا حدود و ثغور اون اصالت میتواند که خارج از هستی زمینی و زمانی باشد، هستی مکانی باشد. به این لحاظ است که ما از یک طرف اطمینان داریم، یقین داریم، باور داریم که یک بهشتی وجود داره. از طرف دیگر چون اون بهشت در عالم مجرد هم وجود داره، ما هیچ نوع آشنایی و شناسایی اصالتی با اون نمیتوانیم برقرار کنیم. به این لحاظ قرآن برای تعلیم یک امر مجرد یا امری که خاصیت وجودی در هستی مجرد رو داره، در مواجهه با این هستی مجرد و به منظور و برای تدریس و تفهیم موضوع، قرآن متوسل به تکنیک متشابهات میشه، کاربرد متشابهات میشه. یعنی اثر بهشت رو با اثری که ما میشناسیم روی این کره زمین، این دو اثر رو در مقابل هم قرار میده، برای ما یک ادراک و یک مفهوم ایجاد میکنه. آدم نابینا حرارت رو میشناسه، حرارت یک اثره از یک مؤثری، یک معلوله از یک علتی. این معلول شناسای نابیناست، انسان نابینا،
که حس لامسه او کار میکنه حرارت رو تشخیص میده، میدانه، تجربه کرده، بلده. پس با یک اثر شناسا ما طرف هستیم در عالم مقید. بعد مراجعه میکنیم به عالم مجرد. اگر خورشید در عالم مجرد باشد میگوییم این هم حرارت دارد. بین دو موجودیت، یکی حرارتی که ناشی از جهان مقید است و یکی حرارتی که ناشی از جهان مجرد است، این دو نوع اثر رو که شبیه هم هستند ولی مربوط به دو دنیای مختلف هستند، اینها رو در کنار هم قرار میدیم و از حرارتی که دست من حس میکنه پلی میزنیم به حرارتی که از خورشید سر زده و از روی این پل منطق، اسم این پل متشابهاته، از روی این پل ما رد میشیم، از دو اثر هم نام و هم گام و شبیه به هم عبور میکنیم و خاصیت و اثر اون موجودیت و اصالتی رو که در عالم مجرد قرار داره ادراک میکنیم. در این مورد تا حدودی توضیح داده شد، شاید در برنامه های دیگر هم توضیح بدهیم. اما قبل از اینکه به بحث درباره آیه 102 مراجعه بکنیم، من به صورت سوالات در فیسبوک نگاه میکردم، دیدم که رفیق شفیق و دوست ارجمندی دو سوال مطرح کرده بودند، گویا یک ماه پیش بوده، که من با کمال شرمندگی چون الان اونها رو دیدم یکی دو دقیقه وقت میخواد که اینها رو پاسخ بدم. دو سوال کردن. سوال اولشون این است که رسول اکرم واژه و لغت خدا رو یا به عربی الله رو چگونه رؤیت میکردند و وقتی میخواندند لا اله الا الله، آیا این تصاویر رو، تصاویر این حروف رو در جایی میدیدند یا چیز دیگری یا نحو دیگری بر ایشان حاکم بود و به طریق دیگری ایشان لا اله الا الله رو می دیدند؟ سوال ایشان ظاهرا ساده به نظر می رسد ولی سوال بسیار پیچیده و گسترده است. موضوعاتی مثل موضوع وحی رو مطرح می کنه، دیدن و شنیدن که نوع وحی رو مشخص می کنه یا فهمیدن، آیا ما وحی رو می بینیم، آیا وحی رو میشنویم، آیا میفهمیم و آیا ما تکرار دیده ها رو میکنیم، تکرار شنیده ها رو میکنیم یا مرکبی از همه اینها، و اینکه آیا شنیده های ما همه شنیده هایی است که در عالم بیداری میشنویم یا ما در رویا هم چیزهایی رو میشنویم، آیا همه چیزهایی که میبینیم در دنیای حقیقت میبینیم یا ممکن است که در عالم مثالی یا در عالم رویا هم چیزهایی ببینیم، آیا فقط خواب میبینیم یا در بیداری هم میبینیم، و آیا اگر فقط خواب میبینیم آیا آیه‌ای در قرآن هست که پیامبر به این موضوع اشاره کرده باشد، و اگر اشاره نکرده باشد آیا موضوعی به این اهمیت می تواند که مسکوت و ناگفته باقی مانده باشد و پیامبر بر این امر حیاتی و مهم که اساس و پایه و اعتبار و چگونگی مکانیسم وحی رو روشن می کند در این مورد چیزی نگفته باشد، با وجودی که قرآن در سوره نجم در جزئیات به مکانیسم وحی اشاره می کند؟ و آیا جا نمی داشت که لااقل یک کلام در اونجا گفته می شد که همه این اتفاقات در رویای پیامبر افتاد؟ و یا ما باید وحی رو در قالب متشابهات بپذیریم و محکم رو در دل او احساس کنیم، یا می توانیم که وحی رو مستقل از متشابهات تشخیص بدهیم؟ شاید که در همین برنامه در ساعتی بعد ما میکروفون رو باز کنیم، تلفن ها رو باز کنیم و از شما بشنویم که به این سوالات پاسخ بدهید. پاسخ به این سوال عملی هست ولی بسیار طولانی هست. خواستم فقط هم پوزش خواسته باشم، هم عرض کرده باشم که ما دریافت کردیم و حتی
مافوق سوالی که شما مطرح کردید، مسائلی که در دل این سوال هست اونها رو هم استخراج کردیم و گزارش دادیم. همین بیننده محترم سوالی کردند که آیا حضرت علی اولین انسان بوده یا خیر. تصور میکنم که این سوال از این فکر اشتباه برمی آید که چون علی اسم خداست و مقام خداست و کنیه و بزرگ داشته شخصی به نام حیدر است که به لحاظ عظمتی که او داشته این اسم رو به عنوان لقب به او اطلاق میکنند و علی ابن ابی طالب اسمشون حیدر بوده، درست مثل آدم هایی که به احترام خدا اسمهای خدا رو روی خودشون میگذارن، نه اینکه اینها ادعای خدایی بکنن، اینها ادعای تذکار خدا رو میکنن که من اسمم حمیده و مفتخر هستم به این اسم، نه اینکه حمید چون اسم خداست من هم اسمم حمیده پس من خدا هستم. ولی اسم حمید باعث می شود که هر وقت کسی منو صدا می کنه یاد خدا بیفتم، هر وقت هم خودم رو صدا می کنم، گاهی از اوقات این کار رو می کنم، من هم یاد خدا بیفتم. و این فقط همین است. ولی اگر ما آثار علی رو بخوانیم می بینیم خود او یکی از بزرگترین موحدین جهان هستی است و هرگز با این اموری که فقط جنبه شرک و دروغ و خرافات داره اینها با هم دیگه جز این هیچ چیز دیگری نیست. اما ما به بعضی از آثار عرفا که برمیخوریم دچار اشکال میشیم، همونطور که وقتی به قرآن مراجعه میکنیم دچار اشکال میشیم. مثلا وقتی به این اثر معروف مولانا محمد بلخی وارد می شویم همین تردید و همین شک و همین نابسامانی استنتاجی به ما دست می ده. تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، شاهی که وسیع بود و ولی بود علی بود، سلطان سخا و کرم و جود علی بود. همینطور میگه و هر کدام از این کلمات و واژگان رو که ما میشنویم کفری بر کفر و شرکی بر شرک اضافه میشه، اگر که اینها رو در باب محکمات بگیریم. فراموش نکنید که ادیبان ما، عرفای ما، فیلسوف ها و شعرا و نویسندگان ما کلن و جملگی از تکنیک قوی متشابهات قرآن پیروی می کنند. بعد از وضع این سیستم آموزشی از طریق متشابهات و تمثیل و تشبیه، همه جهان رو این تکنیک فرا گرفته، مثل زدن، شبیه آوردن. و شما میبینید که این کار در تجلی عرفان در ادبیات فارسی به چه شکل معلایی گستردگی پیدا کرده و تقریبا هیچ کلام عرفانی رو شما نمیبینید که به مغز دین اشاره بکنه و توانسته باشه که از متشابهات عرفانی و از تکنیک متشابهات استفاده نکرده باشه. تقریبا غیر ممکنه. بعد میبینیم که از خدا به نام معشوق نام میبرند، از نفخه الهی، از روح خدا به نام شراب نام میبرند و نظایر اینها بسیار زیادی که 620 واژه عرفانی جدید، واژه ترکیبی، فقط به وسیله شمس الدین محمد انجام شده که ما او رو به نام حافظ میشناسیم چون یکی از حافظین قرآن بوده یا یکی از
کسانی بوده که به شغل حفاظت قرآن مشغول بوده، نه شغلی که لزوماً پولی دریافت کنه، شغل به عنوان تخصص عرض میکنم، چون همه اینطور نبودن. تعدادی بودن که برای اینکه قرآن محافظت بشه و از دست برد و از کم و زیاد شدن نجات پیدا بکنه، از زمان خود حضرت رسول حافظ بودن به عنوان یک تخصص و به عنوان یک درجه والای علمی و قربت به حق که ناشی از کرامت و شرافت اون انسانی بوده که این گنجینه گرانبها رو در سینه خودش حفظ می کرده، یکی از اونها هم حافظ بوده که این شغل بعد از چندین صد سال هنوز هم این تخصص به او هم رسیده و یکی از بهترین کسانی است که خود او میگوید من به 14 روایت، یعنی با 14 اوردر مختلف یا طریق مختلف قرآن رو از حفظ دارم و از آخر به اول و از اول به آخر سوره ها رو جا به جا بکنه، هر جوری که بخواید من قرآن رو همونطور برای شما میخوانم، مثل این برش های کامپیوتری و مقطعی که امروز درست کردن و شما میتونید که قرآن از نظر موضع، از نظر موضوع، از نظر لغت، از نظر طول عرض آیات، روش های مختلف هست برای اینکه چطور به قرآن وارد شید، اینها میشه روایت. او هم میگوید من به 14 تکنیک مختلف و 14 طریق مختلف میتوانم که قرآن رو برای شما به اون اوردر و به اون ترتیب بخوانم. به هر حال حافظ که از نظر خلق لغات و خلق واژه‌ها و خلق معانی درجه بسیار والا و توانگر داره، او هم می‌بینیم که از همین تکنیک متشابهات در اوج خودش استفاده می‌کنه. هیچ کس به اندازه حافظ از متشابهات استفاده نکرده، در حالی که همه متشابهات او هم مثل قرآن در دل خودش محکماتی داره که توجه شما رو به اون محکمات جلب میکنه. مثلا وقتی که میگوید که الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها، اشاره به نفخه الهی میکنه، اشاره به نفس خدا میکنه که خدا میگوید من از روح خودم در جسم تو نفس میکشم، من از روح خودم در قلب تو تنفس میکنم و تنفس تو تنفس منه و هر نفسی که در تو میدمم به تو حیات میده و اگر من یک لحظه در تو نفس نکشم حیات تو به هلاک تبدیل میشه. این بیان قرآنه. عین این بیان رو حافظ با استفاده از متشابهات به تبع قرآن، الا یا ایها الساقی، خدا رو به نام ساقی می نامه، ادر کأسا، دوران بده، دور بگردان، نوبت ما رو رعایت کن، الان در من باید نفس بکشی، خدایا نکند که در من نفس نکشی، نکند که هدایت و حمایت تو از من دریغ بشود و من هلاک بشوم. الا یا ایها الساقی ادر کأسا، نفخه الهی رو کاسه می نامه، جام می نامه، شراب می نامه و می گوید ما از نفس تو تغذیه می کنیم، تناول می کنیم. ادر کأسا و ناولها، بگردان، بگردان یعنی بده، یعنی بگردان تا به من برسی، نوبت منو فراموش نکنی، الان باید در من نفس بکشی و اینا من هلاک میشم. که عشق آسان نمود اول، که اول که انسان عاشق میشه فکر میکنه که کار دیگه همینه دیگه، معشوق رو دیده و خودش هم که عاشقه، معشوق هم که معشوقه، عشق هم که عشقه، پس دیگه کار تمامه. میگه اینطور نیست، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها و همه کتابش از اول تا آخر شرح مشکلات راه عشقه. که چقدر این راه
صعیب و پرشیب و فراز و مشکل هست که در اونجا قدم برداره. و یا در جای دیگه میگوید که چو عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود. وقتی که من پا گذاشتم در درون مکتب قرآن و با قرآن آشنا شدم، پیش خودم گفتم که خب دیگه من الان که سواد عربی که کور سواد عربی که دارم، اینها رو هم که میخونم، معنیش رو میفهمم، خدا رو هم که قبول دارم، خب دیگه کار من تمامه دیگه. چو عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. بعد که وارد شدیم دیدیم که بین حیات و هلاک یک نفس بیشتر نیست، یک نفس بیشتر بین هلاک و بین حیات فاصله نیست. و اگر یک لحظه در ما نفس وارد نشه و حیات در ما دمیده نشه، هلاکت در ما دمیده میشه. منظور که این سوالی که فرمودند، ما نگاه میکنیم به اشعاری که یا مطالبی رو که در بعد متشابهات گفته شده و به هیچ عنوان محکمات نیست و نباید محکمات رو مستقل از متشابهات معنی کرد. فساد به بار میاد، اشتباه به بار میاد، ظلم به بار میاد اگر ما این کار رو بکنیم. و همونطور که ما وقتی متشابهات قرآن رو مستقل از محکمات قرآن قرائت میکنیم به اشکال برمیخوریم، همین کار رو وقتی با ادبیات عرفانی میکنیم به اشکال برمیخوریم. الان شما ببینید، حالا از بحث هم خارج میشیم، ولی به هر حال احترام شما بیننده این است که با تأخیر یکی دو ماهی که کردیم باید که جواب شما رو یک نحوی بدیم که ارادت خودمون و تعهد خودمون رو به شما اثبات کرده باشیم. شما اگر به همین شعر مولوی نگاه بکنید میبینید که اگر ما بخواهیم که این رو به صورت لیترال به قول اینا بخواهیم که به عنوان واژه لغت به لغت معنی کنیم و به عنوان محکم تلقی کنیم و این صحبت‌های مولوی رو جز محکمات تلقی کنیم، محکمات بیانی تلقی کنیم، به کفر و شرک میرسیم. تا صورت و پیوند جهان بود علی بود. یعنی اصلا وقتی که خداوند میخواست که این جهان رو خلق بکنه و صورت و پیوند جهان رو ایجاد بکنه، وقتی این اتفاق میخواست بیفته یک علی وجود داشت. بعد از اون علی این اتفاقات افتاد. معنیش اینه دیگه، این شرک مطلقه اگر در بعد محکمات این رو تلقی بکنید و برداشت بکنید. تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. یعنی اون علی بود، در واقع باید اون دومیشو گفت. یعنی وقتی هیچ چیز نبود علی بود، وقتی هم هیچ چیز نباشه باز هم علی هست. عجب. شاهی که ولی بود و وصی بود، هم ولایت داشت هم وصایت داشت، اصلا دیگه جا برای کسی نیست. سلطان سخا و کرم و جود علی بود. اگر شما نگاه بکنید در این دو بیت میبینید تمام خصوصیات خدا رو، تمام صفات انحصاری آثار فاعلیت خدا رو به یک شخص نسبت میده. جز مشرک چیز دیگری نمیتواند باشد تا اینجا. و بقیه اشعاری که داره تا میرسه به بیت آخر. اون وقت در بیت آخر است که ما هیچ چاره‌ای نداریم جز این که بگوییم آنچه گفته است متشابه است و محکمی در دل این متشابه است که در آخرین بیت او خودنمایی میکند. سر دو جهان جمله ز پیدا و ز پنهان، شمس الحق تبریز که بنمود علی بود. آیا همه این علی ها
که هم موسی علی بود، هم عیسی علی بود، هم شیط علی بود، هم چی بود، همه این مظاهر هستی رو به نام علی یاد میکنه. ما میدانیم که شمس تبریز علی نبوده، شمس تبریز بوده، اگر بوده، یا اون هم بحث دیگری است که اصلا وجودی به نام شمس تبریز وجود داشته، یا شمس یا خورشید یا نور الانوار در دل مؤمن پیدا میشه و روشن میکنه قلب او رو، اون رو نمیدانم. میدانم در اینجا نمیدانم، میگذریم از روی این موضوع. منظور به این که وقتی که ما یک مطلبی رو میشنویم، نبایستی که اون رو جدا بکنیم، محکم و متشابهات رو از هم جدا بکنیم و جدا جدا دربارش صحبت بکنیم. محکم و متشابه بخشی برای تفهیم و تفاهم موضوعات و نباید از هم جدا کرد. اشکالی که پیدا شده که بعضی ها به شخصیت علی ابن ابی طالب الوهیت بخشیدن، به لحاظ نحوه مقابله غلطی است که با برداشت از مفاهیم متشابهات داشتند و گمراه شدند. همونی که خود قرآن هم میگوید، کسانی که مقابله غلط دارند با متشابهات قرآن، اونها هم گمراه میشن. قرآن کتابی است که یهدی بهی کثیرن و یضل بهی کثیرا. از این کتاب تعدادی از افراد، کثیری از افراد هدایت میشن و کثیری دیگر گمراه میشن و همه اونها با این کتاب از نظر نحوه برخوردی که با کتاب دارن و نحوه تجزیه و تحلیل مطالب و نحوه ادراک مطالب میتوانند که گمراه بشن یا هدایت بشوند. کسانی که متشابهات رو با محکمات جابجا میکنن، اینها باید با هم دیگه اجین بشه، انتگریت بشه، ترکیب بشه. اگر که ما این کار رو نکنیم و یک مفهوم واحد از ترکیب دو موضوع متشابه و محکم استخراج نکنیم، با اشکال مواجه میشیم. مثل همین غزل مولوی که با این صراحت که میگوید که هم موسی و هم عیسی و هم نمیدونم تمام اینها رو یکی یکی پشت سر هم میگه همه اینها خدا بودن، علی بودن، ببخشید. و بعد ما میگیم پس همه علی بودند. اون وقت بعد وقتی که به بیت آخر میرسیم، اگر انصاف داشته باشیم، بر میگردیم به بیت اول: تا صورت و پیوند جهان بود علی بود. خب معلوم راجع به خدا صحبت میکنه، میگه اول خدا بود، بعد صورت و پیوند، نقش و ترکیب هستی به وسیله خدا انجام شده. تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. تا وقتی هم که هستی وجود داره، خدا هم وجود داره، و هستی که نباشه باز هم خدا هست. حالا این بیان رو که ترجمه آیات قرآنه، در این بیان شاعرانه و عاشقانه بیان کرده و در این حال آخر غزلش هم نشان میده که اون چرا که در قالب هنر بیان کرده، هنر بیان کرده، برخوردار بوده از سیستم و از تکنیک متشابهات قرآن برای تعلیم، و قصد او این بوده است که نشان بدهد که همه این بزرگان از خدا بودند، برای خدا بودند و به خدا بودند و با خدا بودند و به خدا باز می‌گردند. امیدوارم توانسته باشم که پاسخ دوم این دوست عزیز رو کاملتر داده باشم. در مورد سوال اول، نحوه مکانیسم وحی، در واقع سوال ایشان است که موکول میکنیم به جای خودش در این مورد سخن بگوییم. درباره متشابهات در ارتباط با آیه شماره 102 از قرآن سخن گفتیم و علت وجود متشابهات رو بیان کردیم و او رو مربوط دانستیم به زدن یک پلی، به استقرار یک پل، به احداث یک پل ذهنی و آموزشی بین عالم مقید و عالم مجرد، که ما یک اصالتی در عالم مجرد داریم
و یک آثاری داره این ذهنیتی که در عالم مجرد هست، که اون آثار شبیه آثاری است که در عالم مقید وجود داره. ما این دوتا آثار رو در کنار هم قرار میدیم و از طریق آثار زمینی وارد میشویم از پل متشابهات به آثار آسمانی، و آثار آسمانی رو شناسایی میکنیم و وقتی شناسایی کردیم میفهمیم که بهشت هرچه هست نمیدانیم، اما میدانیم که آثار بهشت چیست و درک میکنیم که آثار بهشت امنیت است، فرصت است، نعمت است، لذت است، آسایش است، دوستی است، عشق است، مودت است، امید است و صلح است. هر که هر طوری میخواهد برای خودش میتواند توجیه بکند، ولی اینها آثاری است که قرآن از بهشت به ما میده و ما این آثار رو در این دنیای خاکی هم داریم، میشناسیم اینها رو. این دو رو در کنار هم قرار میدهیم و میگوییم بهشت عبارت است از حقیقتی مؤثری که آثار اون حقیقت دوستی، مودت، تولید، عشق، علاقه، حقیقت، صلح، آرامش، ثروت، امنیت، آرامش و چیزهای نظیر این است و همین مقدار برای ما بسنده می کند. اما اشکالی که ما داریم این است که ما به جای اینکه این دو اثر رو، اثر آسمانی رو با اثر زمینی تطبیق کنیم به وسیله پل متشابهات، به تشبیهات آثار می پردازیم و روی تشبیهات آثار می ایستیم. و اگر به عنوان مثال برای اکتساب لذت شباهت لذت بهشتی با لذت دنیایی در ارتباطات جنسی بیان شده، ما اصلا به استنتاج و اینها نمیخواییم برسیم. ما فقط اثر آسمانی رو به عنوان نتیجه و حاصل در ذهن خودمون قبول میکنیم و از اونجا حرکت هم نمیکنیم و منتظر هستیم که کی این عمر ما سر بیاد که بتوانیم در اون دنیا افعال حرامی را انجام بدیم که در این دنیا نمی توانستیم انجام بدیم، مثل زنا، مثل شرابخوری و مثل بقیه چیزهایی که گفته می شود که در اونجا وعده داده شده. اون رو هم اگر دقت بکنیم، برای کسانی که منتظر هستند که اونجا رابطه آزاد جنسی داشته باشند در بهشت، اونجا هم گفته میشه که شما با زنهای مطهره در اونجا مواجه میشوید و زن مطهره زنی است که مرتکب زنا نمیشود. اتاق فرمان، ما یک دو دقیقه تنفس میگیریم و باز میگردیم و مستقیما به تشریح آیه شماره 102 میپردازیم. با ما باشید.